یک شاعر و طنز پرداز. دعوت کنم از جناب آقای نیما دهقانی تشریف بیارن. سلام. والا یه فرقی داره من اومدم بالا، یعنی دو تا فرق داره. یکی اینکه اینجا همه آدمایی که اصلا جدی ان، بعدم خیلی اصرار آقای خاتمی بیاد. ولی من جدی ام، من اصرار دارم آقای خاتمی بیاد. حالا دلایلتون هم بگین. حالا یه نامه کرد. بله خواهش می‌کنم. یه سری از طنزنویس‌ها جمع شدن، یه سری نامه برای خاتمی نوشتن که البته طنز بود. و یه نامه منظومی هم هست که حالا من می‌خوام تو گفتن کوتاه بخونم، من یه بیت در میون. سلام آقا محمد، با ارادت و عرض احترام از روی عادت، به رسم خوب ایام رفاقت نوشتم نامه تا گیرم سراغت. گمانم برده ای ما را زیادت، منم کبلا مرادو از ولایت. چه ایام خوشی با هم سپردیم، چه بحث و گفتمان هایی که کردیم. حدودا دوم خرداد بودا، دل مردم ز غم آزاد بودا. مثل برق و مثل طوفان گذشتا، به یادت هست که 78 کجای مشت اینجا جات خالی است. بدون تو تو ده صلح و صفا نیست. به این شدت که نه، اما خدایی محمد خاتمی جدا کجایی؟ همه اینجا سلامی میرسانند، اگرچه اکثرا چندی است خوابند، ولی شکر خدا این که از خدایه. میگن قلبش طلاست، دستش شفاه، اصلا دست روی هر چی که میذاره طلا میشه. سسود رسخور نداره، خدا مرگم بده، کافر شدم باز. چرا این گونه شد این نام آغاز؟ به قول شاعر رند نظرباز، بدون نام او کی نامه شد باز. به نام حضرت باری تعالی، بدین صورت شروع شد نامه حالا. محمد خاتمی حالت چطوره؟ بگو دانم که احوالت چطوره. هنوز کیفت به کوک شاد جونت، هنوز سبز سرت سرخ زبونت، دماغت چاق اوزاد خوب سید، هنوز جنس عبات مرغوب سید، هنوزم بی جهت میخندی یا نه، به نافت گفتمان میبندی یا نه، هنوزم هنوزم طالب اصلاح هستی، به قول کت خدا گمراه هستی. اگر از حال ماها هم بخواهی، سلامت شادمانی رو براهی. تمام مردم ده خوب خوبند، زنان مثل قدیم در رفت و روبند، و مردان مثل سابق گرم کارند، نه معتادند و نه دیگر خمارند. جوانای ده پایین و بالا همه دنبال تحصیلند به مولا. نه ماهواره، نه علافی، نه هیزی، نه کوکائین، نه شیشه، نه مریضی. از اون روزی که رفتی از ده ما، از این رو شد به اون رو کل اوضاع. خلاصه از جلو و از پشت بالا به ما خوب میرسن، الحمدلله. کریم اغلی که گاو شیر میداد، همون که سهم آب و زیر میداد، درست شد وام تعمیرات خونه. جوادم زنگ گرفته، نوش جونش. خودت دیدی که ده چی بود چی شد، زن اوستا غلام هم ساکشنی شد. میگن جراحی کرد 79 بار، حالا باید ببینیش رون به دیوار. پس از یک دوره فعل و انفعالات، هزار الله و اکبر از کمالات. تمام گاوها بزغاله ها خوب، اموها امه ها و خاله ها خوب، مرات سخت شالی ها به سامان، هوا عالی بهاری ناز مامان. همه خوشحال و شادیم و غمی نیست، دیگر بحث حضور خاتمی چیست؟ میگم راستی رضاتون چونه سید؟ هنوزم درسشو میخونه سید؟ میخواست دکتر بشه از اون قدیما، تهش شد یا که زاید زیر درسا. نوشتی توی آن دستخط پیشی میخواست دکتر شه، میگفتی نمیشی. یه دانشگاه زده آکسفورد اینجا که مدرک میده مفتی 10 تا 10 تا. به دانشگاه زده اکسورد اینجا که مدرک میده مفتی 10 تا 10 تا. به زیرک ها، به دانشوی باهوش، مگه کردان نیمد؟ خب اونم روش. رفیقت بود که یک ذره توپل بود، مشاور بود اگرچه عقل کل بود. سلام آیت. رفیقت بود که یک ذره توپل بود، مشاور بود اگرچه عقل کل بود، دماغش چاق فول گیگابایتش، هنوز چیز می نویسه توی سایتش. برامرز بچه مشعر فراغا براش کامنت میذاره روزی 100 تا. آقا پهنای باند ما کلفته، وزیر ارتباطات اینو گفته. اصولا خودره پارتی مثل بانده، اینو بی بی توی روزنامه خوانده. خدا قوت بگو به این رئیسا، چه حالی داد به این وبلاگ نویسم. پروکسی و مروکسی ما نداریم، صدا داریم ولی سیما نداریم.
همه چی این برا آزاد و مفته. اینم بی بی توی اخبار شنفته. رسیور این طرف ها هم حلاله. عربستت این بری سمت شمال. میگن ارزونی بی سابقه استین. انیشتین خدا یا نابقه استین. به دنیا رنگ نو پاشیده ایشان. به جب قافیه ایشان. اصلا دنیا به یک ها زیر و رو شد. شنیدی بوش چطور بی آب رو شد؟ شنیدی که روابط گشت عالی؟ نمونش بورکینافاسو سومالی؟ شنیدی؟ شنیدی خوب شده دنیا با هامون؟ میارن دسته دسته گل برامون. شنیدی چیزی از سرهای تازه؟ شنیدی شب نخوابیده درازه؟ جلو قاچاق خشخاشو گرفتن. شنیدی کله باباشو گرفتن. خدا خیرش بده ما که رضاییم. نباشه دست جمعی کله پایین. ز وضع قوت گر خواهی بدانیم پریم تا خیر خیر از شادمان. اگر یک دو نفر هم شکوه دارند از آن مزدورهای جیره خارند. ملالی نیست اینجا طبق آمار. به جز دوری تو آن هم نبسیار. سر سفره که هم نان هست هم نم مذارت. سر سفره که هم نان هست هم نف. به ما چه کی اومد کی بود کی رفت. برنج و نان و گندم هست کافی. میگم راستی تو هم با قالیبافی. ببینم توی دوری از ریاست خبرهای شنیدی از سیاست. شنیدی گنجی و آزاد کردن به شدت مردم و ارشاد کردن. شنیدی توی دانشگاه زنجان. شنیدی چیزی از الهام و رادان. شنیدی برج میلاد و فروختن. شنیدی میشه چند تایی گرفتن. شنیدی هی وزیر میاد و میره. دموکراسی همینه ناگزیره. خلاصه وضع ما که بیمثال است. گرانی چی؟ تورم نه محال است. برنج آنجا کیلوی خون باباست. برو سید اینم از اون جواب است. برنج اینجا نهایت 100 تومان است. مرامی بهترین جای جهان است. خیار و سیب زمینی مفت مفت است. همانطوری که در آمار گفته است. تورم 1-2% رشد کرده. گرانی سوی مردم پشت کرده. تساهل معنی تازه گرفته. نمونش قافیه در مصرع فوق. یه وقت تموم است. تموم شد فرصت بنده ولی کن حکایت همچنان باقی است عمرم. خلاصه می کنم ای خاتمی جان ببین من چه خوشم هی جانمی جان. همه خوشحال و شادیم و غمی نیست. نیازی به حضور خاتمی نیست. به جان تو خوشیم بسیار سید. حالا میخوای بیای چیکار سید؟ برو هر جا که حال کردی سفر کن. اصولاً فکر ده از سر به در کن. برو ایتالیا قسطنطنیه ولایت را دو در کن کی به کیه. فقط رفتی اگر از این بیابان سلامم را رسان لطفاً به باران. شکوفه هم اگر دیدی چه بهتر. نشد دریا سحر ساراخت نوبر. فقط رفتی اگر از این بیابان سلامم را رسان لطفاً به باران. در آخر این تو و این وضع ایران. حالا میخوای بیا میخوای بپیچن. دست شما در نکنه درابای دهقانی عزیز. بس اینم غیر از دعوت. یعنی دعوت نبود مثلا.